در این شماره از بسته اخبار بین‌الملل ایسنا خبرهایی از ادامه واکنش‌ها به شعرخوانی مداخله جویانه اردوغان، عادی سازی روابط میان مراکش و اسرائیل، آخرین تحولات سیاسی لبنان و چند خبر دیگر را مرور می‌کنیم. آخرین اخبار کووید 19 در جهان. تا بعد از ظهر شنبه 22 آذر تعداد مبتلایان کرونا در دنیا از 71 میلیون و 500 هزار نفر عبور کرد و تعداد بهبود یافتگان هم به رقم 50 میلیون نفر نزدیک شد. تا کنون حدود 1 میلیون و 605 هزار نفر جان خود را بر اثر این بیماری از دست دادند. شمار بیماران در آمریکا به عدد 16 میلیون و 500 هزار نفر نزدیک می شود. با شناسایی حدود 247 هزار مبتلای جدید در این کشور، حد نصاب تازه‌ای در آمار بیماران آن ثبت شد. شرایط وخیم شیوع کرونا در آمریکا باعث شده سازمان غذا و داروی این کشور با استفاده گسترده از واکسن کرونا ساخت شرکت فایزر موافقت کند. روسیه هم با اعلام فوت بیش از 600 نفر از بیماران مبتلا به کرونا در روز جمعه، مرگبارترین روز خود را از ابتدای شروع این پاندمی ثبت کرد. مقامات بهداشتی آلمان هم از شناسایی بیش از 28300 مبتلای جدید در روز جمعه خبر دادند. این آمار بیشترین تعداد مبتلایان روزانه در این کشور محسوب می شود. پیش از فرا رسیدن تعطیلات کریسمس، محدودیت‌های سختگیرانه‌تری در سراسر آلمان اعمال می شود. ادامه واکنش‌ها به شعرخوانی مداخله جویانه اردوغان. وزیر امور خارجه ترکیه در واکنش به موضع‌گیری ایران درباره شعرخوانی مداخله جویانه رئیس جمهوری این کشور، سفیر ایران در ترکیه را در باکو فراخواند. رجب طیب اردوغان روز پنجشنبه در جریان رژه پیروزی ارتش آذربایجان در باکو به مناسبت پیروزی در جنگ قره‌باغ، شعری در رابطه با رود ارس خواند. این شعر یکی از نمادهای جدایی طلبان پانترکیست است. به دنبال این اقدام، سفیر ترکیه در تهران به وزارت خارجه احضار شد تا مراتب اعتراض شدید ایران به ترکیه ابلاغ شود. جمهوری اسلامی ایران به سفیر ترکیه اعلام کرده که ایران خواستار توضیح فوری دولت این کشور در این خصوص است. محمد جواد ظریف در واکنش به شعرخوانی اردوغان در توییتی نوشت: به اردوغان نگفته بودند شعری که به غلط در باکو خواند مربوط به جدایی قهری مناطق شمالی ارس از سرزمین مادریشان ایران است. آیا او نفهمید که علیه حاکمیت جمهوری آذربایجان سخن گفته است؟ هیچ کس نمیتواند درباره آذربایجان عزیز ما صحبت کند. عادی‌سازی روابط میان مراکش و اسرائیل. طبق اظهارات دونالد ترامپ، مراکش چهارمین کشوری خواهد بود که با میانجیگری آمریکا عادی‌سازی روابط خود با رژیم صهیونیستی را آغاز می‌کند. طبق بخشی از توافق صلح میان مراکش و اسرائیل، ایالات متحده ادعای مالکیت مراکش بر منطقه مورد مناقشه صحرای غربی را به رسمیت خواهد شناخت. از ماه آگوست سال 2020، امارات متحده عربی، بحرین، سودان و مراکش با میانجیگری آمریکا به عادی‌سازی روابط خود با اسرائیل پرداختند. گزارش حاکی از آن است که یک روز پس از اعلام توافق عادی‌سازی روابط میان مراکش و اسرائیل، کاخ سفید طرح فروش تسلیحات به ارزش 1 میلیارد دلار به مراکش را به کنگره ابلاغ کرده است. ایران، ترکیه، حماس و اتحادیه جهانی علمای مسلمان عادی‌سازی روابط میان مراکش و رژیم صهیونیستی را محکوم کردند. آخرین تحولات سیاسی لبنان. دادستان پرونده انفجار بیروت، حسن دیاب، نخست وزیر مکلف سابق این کشور را به همراه 3 وزیر پیشین به قصور در رابطه با انفجار ماه آگوست در بندر بیروت متهم کرد. پیش از این نیز حدود 30 مقام امنیتی، مسئولان بندری و گمرکی لبنان در رابطه با این پرونده بازداشت شده بودند. از سوی دیگر دادگاه بین المللی ویژه لبنان سلیم عیاش را که از اعضای حزب الله و متهم در پرونده ترور رفیق حریری بود به 5 بار حبس ابد محکوم کرد. میشل اون رئیس جمهوری لبنان هم کابینه پیشنهادی سعد حریری نخست وزیر مکلف این کشور را رد کرده است. انتخاب وزیران از تمام طایفه ها و مذاهب بدون هماهنگی با رهبران شیعه و حزب سوسیال ترقی خواه علت مخالفت میشل اون با کابینه پیشنهادی حریری اعلام شده است. اعلام آمادگی تشکیلات خودگردان فلسطین برای مذاکره با اسرائیل. محمود عباس، رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین، در دیدار با آرانکا گونزالس، وزیر امور خارجه اسپانیا، از آمادگی خود برای بازگشت به مذاکرات با رژیم صهیونیستی بر اساس قطعنامه‌های بین‌المللی خبر داد. وزیر خارجه اسپانیا در جریان این دیدار اعلام کرد کشورش به حمایت از ملت فلسطین و ساخت نهادهای این کشور ادامه خواهد داد.
بنبست توافق تجاری برگزیت. بوریس جانسون نخست وزیر انگلستان و اورزولا فوندرلاین رئیس کمیسیون اروپا گفتند که انگلستان به احتمال زیاد دوره خروج خود از اتحادیه اروپا را بدون دستیابی به توافق تجاری به پایان خواهد رساند. در ماه ژانویه سال جاری بریتانیا از اتحادیه اروپا جدا شد و تا پایان سال 2020 به عنوان یک عضو غیر رسمی در این اتحادیه باقی خواهد ماند. تا کنون مذاکره کنندگان اتحادیه اروپا و دولت جانسون نتوانستند به توافق تجاری دست پیدا کنند. عدم دستیابی به توافق تجاری باعث خواهد شد بریتانیا و اتحادیه اروپا پس از تاریخ 31 دسامبر سال جاری مطابق با قوانین سازمان تجارت جهانی به تجارت بپردازند، اتفاقی که باعث افزایش قیمت کالاهای وارداتی و صادراتی دو طرف می شود. رد شدن درخواست تغییر نتیجه انتخابات آمریکا در 4 ایالت کلیدی. شکایت ایالت تگزاس که با حمایت رئیس جمهوری آمریکا و با هدف باطل کردن نتیجه انتخابات ریاست جمهوری 2020 در برخی ایالت‌ها طرح شده بود، با مخالفت دیوان عالی ایالات متحده روبرو شد. دیوان عالی آمریکا روز جمعه اعلام کرد تگزاس از جایگاه قانونی برای طرح این شکایت برخوردار نیست. کالج الکترال آمریکا قرار است روز دوشنبه نشستی برگزار و در آن رسما جو بایدن را به عنوان 46مین رئیس جمهور آمریکا معرفی کند.